درود فراوان به شما نازنینان فارسی زبانان هممیهنان و بینندگان عزیز این رسانه دیداری در جای جای جهان پهناور برنامه امروز رو آغاز میکنیم من در ارتباط با مسائل اجتماعی هدف اصلی خودم رو قرار دادم و دوست دارم مسائل اجتماعی بیشتر مورد توجه قرار بگیره چرا که اگر ما ساختار جامعه رو و اون فونداسیون و پایه های اصلی رو که بر آموزش هستش استوار کنیم مسلما در موارد دیگه مانند سیاست، اقتصاد و و موفق خواهیم بود ولی اگر فونداسیون ضعیف باشه مسلما ما دچار اشکال خواهیم شد نکته بسیار ظریفی در لابلای صحبت ها و مقالاتی که منتشر میشه وجود داره امروز توجه شما نازنینان رو به این مسائل جلب می کنم توجه بفرمایید ما بایستی عمیقتر فکر کنیم بیشتر از خرد خود استفاده کنیم آنان که دشمن ایران و ایرانی هستند سعی بر این دارند که تیشه بر ریشه ما بزنند تیشه بر ریشه ما بزنند چرا که وقتی ریشه را خشکاندند مسلما درخت تناور میهن پرستی فرو خواهد افتاد یک ویدئوی بسیار کوتاهی منتشر شده و به طور قطع با هدف بزرگی که در رابطه با این ویدیو در نظر گرفته شده به زودی شما شاهد آن خواهید بود این رو یکی از دوستان من از ارمنستان برای من روی تلگرام پست کرد و با دیدن این ویدیو واقعا اعصابم دگرگون شد چرا که الان مسائل داخل این ویدیو رو برای شما عزیزان یک به یک بازگو می کنم و توجه شما رو به این مسئله معطوف می کنم که چرا باید در مقابل چنین الغاعاتی که از طرف بیگانگان بابتش فیلم تهیه میشه ایستاد و در اندیشه خود و میهمپرستی خود راسخ بود تاریخ باستان ایران و کورش کبیر برای یکایک ایرانیان شناخته شده است برای یکایک ایرانیان شناخته شده است و دلیلی ندارد دلیلی ندارد که در آینده فرزند چهار نسل پنج نسل شیش نسل بعد شما از نادرشاه نادرشاه افشار برای نسل ها بازگویی بکنید به اون صورت و چون سیستم اجتماعی و علم و تکنیک به سوی پیشرفته و خود شما شاهد هستید در این روزها به قدری همین تلفن‌های همراه به قدری وقت شما رو میگیره که از مسائل عاطفی خودتون صرف نظر میکنید چه برسه به اینکه فرض بفرمایید بیایید ببینید که کوروش کبیر چه کسی بوده همسرش کی بوده صحبتاشون چی بوده فیلمی ساختن و میگن در این فیلم میگن که اگر کورش کورش کبیر بوده و متعلق به ایرانیان بوده چرا سعدی چرا حافظ چرا فردوسی در ارتباط با کورش کبیر چیزی نگفته چرا هیچ یک از اجداد ما یا پدران پدر بزرگان ما نام فرزندانشون رو کورش نگذاشتن بیایید منطقی فکر کنید آیا تاریخ رو شما میتونید عوض کنید؟ چیزی که در انجیل آمده در تورات آمده همه جا هست و در ارتباط با این سرزمینه و مقبره این بزرگ مرد با نوشته هایی که از او بر جای مانده سخنانی که گفته است تاکید بر این داره که اون مردی بزرگ بوده و بسیار دانا و هوشیار در این فیلم اشاره میشه که اصلا ایشان به خداوند اعتقاد نداشته و بت پرست بوده من از شما یک سوال میکنم من بت پرست ولی انسانیت در من وجود داشته باشه که بگم هر کسی هر گونه خاص خداوند را پرستش کند پرستش کند اعتقاد من در روند جامعه و مسائل اجتماعی آیا اثر منفی میذاره؟ من میخوام یه سنگ رو بپرستم به کسی ارتباط نداره من میخوام اصلا دین نداشته باشم به کسی ارتباط نداره من میخوام مسیحی باشم به کسی ارتباط نداره مسیحی بودن من رابطه من با خداوند منه اعتقادیه که در قلب منه اونی هم که بت میپرسته اعتقادش اونه اگر ما انسانی باید حدود و سغوره مسائل اجتماعی رو رعایت کنیم تجاوز به حق یکدیگر نکنیم دروغ نگوییم شما با ساختن این فیلم ها چه چیز را میخواید ثابت کنید میخواید هویت ایرانی را بگیرید عزیزان هم میهنان برای اتحاد مستمسک لازمه ایم. یعنی بهانه‌ای باید باشه که همه به خاطر اون بهانه در گرد هم جمع بیان فرض بفرمایید میگویند آقای فلان دانشمنده در ساعت فلان در دانشگاه یو ای سخنرانی میکنه این بهانه ای هست که حتی آنان که از سخنان ایشان درک درستی ندارند کنجکاو بشن و چون میدانند بسیاری از ایرانی ها فرزند در دانشگاه یو حضور پیدا می کنند اینها نیز به دانشگاه بیایند و با سایرین ارتباط برقرار کنند تبادل افکار بکنند و اندیشه های خود را برای یکدیگر بازگو بکنند و یک انسجام فکری در جامعه ایجاد بشه با چی با اینکه وقتی انسان گفتگو میکنه در گفتگو هم می آموزه هم دیگران رو آموزش میده خودش می آموزه و به دیگران آموزش میده بنابراین این یک نوع تحول فکری و ارتقاء اندیشه است حال دشمنان میبینند که کورش بهانه است آنان که اعتقاد دارند آنان که در تاریخ سری فرو کردند مطالعه کردند تاریخ ایران باستان رو خواندند تمام این مسائل رو مورد بررسی قرار دادند اعتقاد خاصی دارند آنانی که اسم فرزندانشون رو آباب و اجدادشان کورش نگذاشته گناهی مرتکب نشدند اگر سعدی یا حافظ یا مولوی یا فرزن فردوسی از کوروش نامی نبرده است واقعیت رو که نمیشه انکار کرد کوروش وجود خارجی نداشته کوروش در ایران نبوده کوروش یک انسان واقعی نبوده افکارش افکار بسیار پسندیده برای جامعه نبوده مگر اگر بوده چه تفاوتی می کند خوشم که هیچ کس از من دگر نشان ندهد به کوی عشق نشان به بینشانی نشانی نیست این ذکر نشدن نام کوروش توسط مشاهیر ایران واقعیت اصلی رو قلب نمیکنه و نمیتونه انکار باشه بر وجود کوروش کبیر آنچه که ما میدانیم و به تجربه یکایک ایرانیان دریافتند این است که سخن در ظاهر منطقی به نظر میرسه بعضی از سخنان در ظاهر منطقی به نظر میرسه مثل همین که برگردن بگن که اگر واقعا کوروش مورد احترام آبا و اجداد ما بوده چرا اسم یکی از فرزندانشون رو کوروش گذاشتن. ولی وقتی قدری اندیشه میکنید وقتی فکر میکنید چه دلیلی داره مگه باید حتی هر کسی که مشهور شد این نام و بچه نمیدونم فلان جنایتکارم همین نام داشته باشه اصلا هیچ دلیلی نداره که ما اسم بچه هامونو کوروش بذاری یه قاتل اسمش کوروش باشه خب این اسامی کوروش رو ملبست میکنه و دلیلی نداره که اسمش رو بذاره کوروش نذاشتن اینکه آبا اجداد ما اسم فرزندانشون رو کوروشان گذاشتند نفی مسئله است نفی قضیه است و اگر حافظ یا سعدی حال و حوصله یا حتی فردوسی حال و حوصله مطالعه در تاریخ ایران باستان رو نداشتند با اون امکانات بسیار ضعیف رسانه ای در گذشته و دستیابی به کتبی که حاوی اطلاعات باشه چگونه آنان میخواستند در ارتباط با کورش شعری بگویند یا سخنی بگویند شما دقت بفرمایید اگر یک مقدار فقط یک مقدار به عقب بازگردید در دوران پهلوی باستانشناسان بسیاری به ایران می آمدن و سعی می کردن اون به اصطلاح میراس فرهنگی که در دل خاک مدفون شده بود پیدا کنند. مگر نه اینکه الان در شهر فاروق در مرودش یک تخت جمشید دیگر تخت جمشید ثانی بدون اینکه کوچکترین آسیبی به ستونهای آن به سنگهای آن خورده باشه پیدا نشده که زیر خاک بوده از زیر خاک در آمده این قصابان و جلادان جمهوری جهل و جنون و جنایت این واقعیت رو از مردم پنهان کردند و نگذاشتند تصاویر چون انگلستان میخواد این مملکت ما رو درسته به بلعه قورت بده و نمیخواد بذاره مردم آگاهی پیدا کنند بسیاری از جان گذشتگان این مسائل رو فیلم گرفتند به بیرون منتشر کردند و به دست خیلی کسا رسیده و خیلی ها فیلم های کوتاه شهر فاروق رو دارند و حتی مردم رفته بودند در نزدیکی شهر فاروق و اونجا تظاهرات میکردند که جلوی اون مجسمه ها و اون عتیقجاتی که در شهر فاروق پیدا شده بگیرن ولی سپاه پاسداران اومد و اینها رو تارمار مار کرد و اصلا به اون منطقه نمیگذارند کسی نزدیک بشه شما وقتی تاریخ رو میخونید میبینید که در شیراز از لای یک سنگی سمقی ترشوه می شده که این سمق اگر کسی میخورده مردان اگه می خوردن قدرت جنسی اینها را افزایش میداده و این توسط پادشاهانی که سلطنت می کردن همیشه مامورانی می محافظت بشه از این منطقه بعد از شورش پنجا بنده خبر ندارم چه اتفاقی افتاده ولی تا شورش 57 این مسئله بوده و این حرمسراهایی که پادشاهان قاجار داشتن در پی همین جور مسائل هم بودن که یه چنین سمقی رو ای که از لای دو تا سنگ خارج میشه خب این در کجا ذکر شده یک نفر از جان خودش گذشته واقعیت رو نوشته گفته هر بلایی سرم میاد بیاد تاریخ ایران هم در سالهایی که اکتشافات باستان شناسی رونق گرفت تقریبا گوشه های تاریکش پرده کنار رفت و روشن شد و مشخص شد در گذشته ایران تاریخ واقعی ایران چه بوده و یک روز برای شما گفتم ایل بختیاری در هزار سال پیش بر روی پوست تاریخ واقعی رو از ترس حاکمان مینوشتند و این رو لوله میکردند این پوست رو در داخل نی قرار میدادند دو طرف نی و قیراندود میکردند نی و مینداختند در داخل رودخانه و میگفتند بالاخره روزی در جایی کسی این نی رو میشکونه و واقعیت رو درک میکنه و تاریخ واقعی رو برای دیگران بازگو میکنه. باز میگردیم با شما باز هم سخن خواهم داشت. حضور تو همچون می میبرد مرا به عمق تازه از حضور می کشد مرا حضور تو همچون نصیب مرا به عمق تازه از حضور می کشم مرا حضور تو می پرساز وجودم را پرساز از حضورم پرساز وجودم را پرساز از حضورم فرمان روح القدس جاری شد درمان یه لمسه تازه کن بند هایم پاره کن مرا آماده کن منتهایم پاره کن برای آتشم برای آمده کن یه لحظه تازه کن منتهایم پاره کن برای آتشم برای آمده کن روح

دوستان همون گونه که در قسمت اول برای شما نازنینان گفتم این اکتشافات شده یه قار دیگری هستش به نام قار کمانگر یک فرزند ایران این قار رو روزی در پی گوسفندش بهش داخل میشه و وقتی میره میبینه که اشیاء عتیقه در اونجا هست و خمره های زیادی هست این شخص مرتبا میرفته آهسته یک مقدار از طلاهای داخل اشیاء طلایی داخل غار می آورده و اینها رو ذوب می کرده و می برده بازار طلا رو می فروخته و زندگی خودش رو تعمیم می کرده گویا مهمانی بوده و عروسی بوده برای دخترش این میاد و مقدار زیادی از این طلاها رو ور میداره و هزینه میکنه برای این جشن و مهمانی همین موجب میشه که بقیه همسایه ها به اون مشکوک بشن که این پول ها رو این از کجا میاره این یه چوپان ساده است و این همه پول از کجا آورده که این بریزو به پاش رو میکنه اینو تعقیب میکنن و میبینند که این به قاری میره این متوجه میشی که اهالی روستا از موضوع این قار مطلع شدن این فکر می کنم این قار کمانگر چون دقیقا من در ارتباط با موقعیت جغرافیایی چیزی نشیدم فکر کنم طرف های لورستان باشه نمیدونم کجا هستش به هر روی در این قار شما بسیاری از اشیاء عتیقه رو فیلم برداری کرده و نشان میده و جالب هستش این شخص میگه که من شاید این آخرین باری باشه که بتونم از این قار چیزی ببرم و معلوم نیست بعد از این زنده بمانم ولی بایستی من دینم و به مردم ایران ادا بکنم در این قار ثروت بسیار بسیار کلانی هست که متعلق به ملته و بر داره تفنگ قدیمی داشته با این تفنگ بالای سر این خمره های از شلیک میکنه در پلیختر لورسان قاره کمانگر شلیک میکنه این اه خمره اه خورد میشه و سکه های طلا سرازیر میشه و میریزه ببینید اینها خب اه در اه پنجاه سال پیش صد سال پیش کسی از این مسائل اطلاعی نداشته ولی همین قار میتونه بسیاری از مسائل رو برای تاریخ ایران باستان روشن بکنه و ندونستن چند شاعر یا دانشمند یا کسان دیگر هیچ تأثیری در واقعیتی که وجود داشته نداره شما آرامگاه کوروش رو در خاک ایران میبینید ولیکن خود کوروشو و افکار کوروشو و اینکه او ایرانی بوده و اینکه او انسان بوده را انکار می کنید میایید یک چنین فیلم هایی می سازید و میخواهید ملت و اون اتحادش رو برهم بزنید گفتم دوستان تمام هدف این هستش که ما از یکدیگر دور بشیم ایجاد اختلاف بکنن چون همیشه گفتند اختلاف بیانداز حکومت کن تا اختلاف نندازن نمیتونن ما رو مورد استثمار و استهمار و استعمار قرار بدن بنابراین عزیزان همیشه وقتی سخنی میشنوید وقتی فیلمی میبینی در این ارتباط هوشیار باشید فکر کنید اندیشه کنید هدف از ساخت این فیلم چه بوده برای چه ناگهان در این شرایط حساس چنین تصاویری رو چنین گفتارهایی رو مطرح میکنند و هدف آنها چیست؟ آنها میخواهند شما را از یکدیگر جدا کنند. امروز در شرایطی قرار داریم که ادعی با ساختن دسته و گروهی خاص تا حدودی به اهداف پلید خودشون دارن دست پیدا میکنن کسانی که به هیچ عنوان ما نمیتونیم قبولشون داشته باشیم یعنی اهل خرد و اهل اندیشه و اهل مطالعه و میهن پرست چون خیلی ها اهل مطالعه هستن ولی میهن پرست نیستن میهن پرستان نمیتونن این افراد رو که گرد هم آمدند قبول داشته باشند و خب شاهزاده با این گروه نشستی داشته ایشان به عنوان یک سمبل به عنوان یک رهبر بایستی با تمام مردم مراوده داشته باشه مماشات بکنه و بتواند رضایت کل جامعه رو جلب کنه ولی ما وطن پرستانی که در حاشیه قرار داریم وظیفه خاصی داریم وظیفه ما چیست وظیفه ما آگاهی است وظیفه ما آگاهی رساندن به دیگران است من رک رو راست گفتم آقای چالنگی در زمانی که در تلویزیون مشغول فعالیت بود بنده از ترکیه به ایشون زنگ زدم من به عنوان یک میهمپرست دلسوز جامعه از ترکیه به ایشون زنگ زدم تا خواستم مسائل واقعی جامعه رو مطرح کنم صدای من قطع کرد یعنی این کسان روی خط قرمز نمیگذارند کسی از اون خط قرمز رد بشه یا پا بذاره روی خط قرمز بلا فاصله او رو تصفیه میکنند چگونه این افراد میخوان در آینده ایران خدمت بکنن اینها خدمتشون درست مانند آقای امیر عباس و که روزنامه توفیق رو ببخشید مجله توفیق رو سانسور میکرد برای اینکه شاهنشاه از درد مردم آگاه نشه این مارمولک ها این سوسمار ها که میان رخنه میکنند در دستگاه حکومتی جلوشون باید گرفته بشه واقعیت باید گفته بشه ما میهنمون صدمه میخوره از همین مسائل شما بیاید تاریخ این مملکت رو بخونید ببینید از زمانی که برادران شرلی آمدن به ایران تا به امروز ما چقدر آسیب خوردیم پله پله دولت بریتانیای کثیف اهداف خودش رو عملی کرده خب 17 شهر قفقاز رو به راحتی بخشید از وطن ما جدا کرد ما امروز اگر بخواهیم باز هم سستی بکنیم چهل سال زج کشیدن فرزندان این آب و خاک باز هم ما اجازه بدیم که عناصر نامطلوب داخل در دستگاه حکومتی بشن من شاهرگم هم بره من واقعیت رو میگم بارها گفتم مگه من چقدر دیگه میخوام زنده باشم حالا پنجاه سال دیگه هم زنده باشم ولی اون زندگی با ننگ من نمیپسندم باید واقعیت رو بگیم انکار واقعیت از طرف هر فرد ایرانی و پنهان کردنش خیانته چرا ما خیانت کنیم آیا فرزند اون مادری که میگیرن میبرن شکنجه میکنن زیر شکنجه جان میده با فرزند من فرقی داره یک لحظه خودتون رو جای او بگذارید ستار بهشتی فرزند ایران بود یک قهرمان بود مگر نه اینکه او رو نابود کردند تیمسار رحیمی واقعا یک قهرمان ایستاد حتی در آخرین لحظات هم گفت من سوگند خوردم و پادارم به خاندان پهلوی از هیچ چیز نترسید ما چنین کسانی رو در جامعه ایرانی دارم. داریم ولی میخواهند اینها را از ما بگیرند میخواهند در داخل ایران یک مشت معتاد یک مشت احمق پرورش بدن سوره میارم پشت سوره مزخرفاتی میگن که در کیش دکانی پیدا نمیشه یک ملای پیزوری احمق بیشور برمیگرده میگه که در موقع ببخشید سکس کردن اگر سر صدا را بندازید و جیغ بزنید اجنه ناراحت میشن و به شما نگاه میکنن گفتیم خیلی خیلی عالی شد دیگه در ارتباط به اتاق خواب مردمم اجنه حضور داره از طرف خدا این مزخرفات این ها آخه تا به کی جن یعنی چی الان علم طوری پیشرفت کرده که افراد میتونن نامری بشن ولی هنوز رو نکردن چرا که یک روزی حدود ۳۰ سال پیش بنده پای رادیو بودم گزارش هایی که اعلام می در رادیو گفتند که این ماده فلوراید پیدا شده و میتونه بعد از هفت سالگی بعد از اینکه دندان های شیری ریخته شد چنانچه به روی دندان ها مالیده بشه دندان ها تا آخر عمر کوچکترین آسیبی نبینه به قدر اون روز من خوشحال شدم که حد نداشت هرچی منتظر شدم دیدم نه این کشف علمی هیچ وقت رو نشد میدونید برای چی رو نشد؟ برای این رو نشد که اگر این رو الان در بازار مورد استفاده قرار بدن سازنده ماشینالاتی که در دندان پزشکی به کار میره و و تجهیزاتی که در دندان پزشکی به کار میره این همه آدمی که اونجا مشغول همه اینها بی استفاده میشن و جامعه نظمش به هم میخوره برای اینکه نظم جامعه به هم نخوره بسیاری از مسائل پنهان میشه آدم نامرئی هم فعلا به بازار نخواهد آمد چرا ولی ممکن است انگلستان آن را به عنوان اجنه به ماها غالب بکنه تا برنامه دیگر و سخنی دیگر با شما نازنینان همه شما نازنینان رو به خداوند متعال میسپارم آرزوی سلامتی و شادکامی برای یکایک شما عزیزان دارم خدا نگهدار